حامد کرزی ایجاد حکومت نماینده واقعی مردم افغانستان را تنها گزینه تعامل جهان با افغانستان میداند. رئیس جمهور پیشین میگوید که امارت اسلامی و مردم افغانستان باید گرد هم بیایند تا حکومت نماینده واقعی مردم را شکل بدهند و دختران نیز به مکتب بروند. به گفته او در آن صورت جامعه جهانی هیچ دلیل برای رد به رسمیت شناختن حکومت در کابل نخواهد داشت. از سوی دیگر آقای کرزی تاکید می‌ورزد که فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از کابل معامله صلح را با طالبان برهم زد. همزمان با ادامه انکار جهان از برسمیت شناختن امارت اسلامی همچون حکومت واقعی مردم افغانستان، حامد کرزی شکلگیری یک حکومت واقعی را یگانه گزینه برای تعامل کشورهای جهان با کابل می داند. رئیس جمهور پیشین در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس کار مشترک امارت اسلامی و سیاستگران دیگر را در اوضاع کنونی یک نیاز جدی می داند. این سیاستگر کشور به این باور است که اگر اشرف غنی فرار نمی کرد، توافق صلح میان جمهوریت و امارت در دوحه به دست می آمد. جریان تحولات سالهای اخیر در کشور سخن میزند. در 40 سال گذشته ما یک دوره بسیار دشواری از تاریخ خودمان را گذرانده ایم که در آن ما افغانان از همه طرفها اشتباه ها را انجام داده ایم که در پایان جامعه جهانی و کسانی که با ما در تعامل بودند نیز اشتباه های بزرگی را مرتکب شدند. هرچند رئیس جمهور پیشین همچنان یک بار دیگر به برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح تاکید می‌ورزد، اما امارت اسلامی برگزاری لوی جرگه را رد می‌کند و به تازگی اعلام کرده است که برای رایزنی درباره حکومتداری نشست عالمان کشور را برگزار خواهد کرد. در افغانستان فعلا یک نظام و دولت اسلامی آمده که مستقل است، مسئول است، به همه تعهدات خود پایبند است. حکومت فراگیر ملی را بر مبنای لیاقت و شایستگی ایجاد بکند تا اینکه ما بتانیم روابط دو جانبه دیپلماتیک با تمام کشورهای دنیا تامین بکنیم. نزدیک به 4 ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد. به تازگی اتحادیه اروپا اعلام کرده است تا زمانی که پیش شرط‌های جامعه جهانی از سوی طالبان پذیرفته نشوند، تعامل با امارت اسلامی ممکن نیست. آقای زرغون شاه شنواری آگاه سیاسی از امریکا با ماست تا پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای شنواری سلام بر شما، صبحتان بخیر. وعلیکم سلام، سلام و احترام ما با شما با تلویزیون طلوع و با دلندگان محترم. تشکر. آقای شنواری، فکر میکنین تنها گزینه تعامل جهان با افغانستان در چیز؟ پس از آگست 2021، 15 آگست، تحولات درون جامعه افغانستان در منطقه و همچنان در افغانستان و در جهان دیده میشه، مشکل اساسی در بین افغانستان، حکومت افغانستان و جامعه جهانی و رسمیت نشناختن دولت فعلی افغانستان است و تمام مشکلات از این مسئله اصلا سرچشمه میگیره و هر چقدر که وقت سری از این موضوع تیر میشه، یک بحران یک دیگه بحران تولید میکنه و جامعه را به طرف های بحران مختلف میبره. متاسفانه به نظر ما این مسئله بسیار قابل تشویش و درک است. بله آقای شنواری، با گفته های آقای کرزی که خب گفتن تنها گزینه تعامل با جهان شکل گیری یک حکومت نماینده و واقعی است، چقدر موافق هستین با این مسئله؟ تا خبره چه په وسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې د خلکو یو واقعي ریښتینی نماینده حکومت راشي، دا اصلا ناممکن کار دی، ناشونی کار دی، یو شعار دی. او حتی ځینې خلک داسې هم کولی شي چې د دې نه د طالبانو د حکومت په خلاف باندې یو د بانې په توګه باندې استفاده وکړه. زه فکر کوم اوس د طالبان په افغانستان کې یو حکومت دی، دا چې دنیا یې په رسمیت پېژني که نه پېژني جدا خبره، طالبان یو حکومت دی. او زمونږ خبرې د کرزي صاحب خبرې د نورو خلکو خبرې فرق لري د طالبانو سره، ځکه طالبان مجبور دي چې خپلو خبرو کې نړیوالې ټولنې ته هم ځواب ووایي او د افغانستان د خلکو په مقابل کې د یو دولت په توګه باندې مسؤلیت لري. د دو خبرې باید مسؤلانه وي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د مسؤول یا واقعي معنا باندې د ریښتینې دولت
وسنی وخت جوړیدل ناممکن دی. پس په لاسه سوال داسې مطرح دی چې ښه که دا ناشونی نو څه باید وشي؟ زه فکر کوم درې مسلو ته که ما ته اجازه راکړئ باید اشاره وشي اوسني افغانستان کې. لومړنۍ مسله دا ده چې د افغانستان خلک د ولګې نه او د مهاجرت یا د وطن د تیښتې د دې اوسني جریان نه باید وژغورل شي. دویم، هغه پلونه چې د حضرت امان الله خان د وخت نه را په دې خوا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په ډیپلوماسۍ او سیاست کې جوړ شوي وو، هغه د کابل نه د اشرف غنی او د اشرف غنی د ادارې تیښتې، هغه د یوې پیړۍ پلونه ټول ونړول د دنیا سره. اوس موږ د دنیا سره یو بې رابطې ملک یو، د دې غم خوړل پکار دی چې د دنیا سره موږ باید پلونه جوړ کړو او په دې پلو باندې تګ راتګ لاره هغه شي. او درېیمه مسله دا ده چې د دغې پلونو جوړولو د ولګې د خاتمې او د مهاجرت او د مسلکي کدرونو د وطن نه د تیښتې د مخنیوي دپاره موږ باید په یو ملي روحیه باندې د ملت سازۍ او ملي وحدت په چوکاټ کې اصلا د ملي مشارکت یو حکومت خواته لاړ شو. دغه خبره چې کرزي صاحب کړې ده، دغه د ملي مشارکت د حکومت مسله په دې کې طرحه ده. سوال دا دی چې دا د ملي مشارکت حکومت څه قسم منځته راشي؟ بله آقای شنوری، خب یک بحث کلانی که خب حالا وجود داره، بحث بر رسمیت شناسی حکومت امارت اسلامی از سوی جهان است، نه تنها امریکا، که لازمه این مسئله را مشروط ساختن بر شکل گیری یک حکومت فراگیر. امی حکومت شکل گرفته در افغانستان را شما چقدر فراگیر میدانه؟ اصلا دی حکومت خو طالبان په خپل د سرپرست حکومت پراخ بنسټ حکومت وای، مګر په طبیعي ډول باندې نړیواله ټولنه د طالبانو د اوسنۍ حکومت پراخ بنسټه نه بولي. سوال باید داسې طرحه شي چې موږ څنګه یو پراخ بنسټه حکومت ته چې په هغې کې د افغاني ټولنې مختلف سیاسي، قومي، مذهبي اقشار، طبقات او خلک شامل یې څنګه ورتلی شو؟ زموږ په باور باندې ښه لاره دا ده چې طالبان د یو رهبر قوت په توګه، د یو مشر قوت په توګه، د یو ټاکونکي قوت په توګه، د ذمهوار دولت په توګه باندې په داسې یو ساختار باندې کار وکړه، یوه شورای، یوه جرګۍ دا راوغواړي چې دې کې اکثریت طالبان دیني عالمان، ملایانی، مګر د دې تر څنګ د ټولنې او د قومي، سیاسي، مذهبي پرګنو خلک پکې شامل شي. او یو داسې شورا جوړه کړه چې دغه شورا په دوه مسلو باندې کار وکړه. ګورې، مهمه مسله دا ده چې دې ته باید د طالبانو پام وي چې یوازې د شورا رابلل ضرور نه دي، اصلا دلته د شورا د رابللو لپاره باید یو قانوني مرجع موجود ولري. او اصلا دلته د قانون باس منځته راځي. دغه شورا چې راوبلل شي باید احتیاط وشي چې دا شورا هغه د اشرف غني د انتخاباتو غوندې نه وي چې یوې لانجې نه بله لانجه جوړه شي. دا شورا دومره یي چې د جهاني ټولنې او نړیوالو ټولنې لپاره قابل د اعتباري. دغه شورا دوه کاره وکړه، یو دننه افغانستان کې د یو نوي حکومت په ترکیب باندې چې هغه کې ګڼ شموله حکومت وي، د دې لپاره جوړښت او میکانیزم طرحه کړه، سیاسي خطوط ورته وټاکي. هماغه چې طالبان وایي چې اسلامي شریعت په چوکاټ کې، هماغسې حدود ورته وټاکي. او دویمه مسله دا ده چې دغه شورا باید حداقل یو قانوني مرجع، یو د حکم ځای پیدا کړه، یا باید لاړ شي د افغانستان د پخواني پاچا حضرت ظاهرشاه د وخت هغه اساسي قانون په ځینې اصلاحاتو باندې تر موقت مودې پورې د اعتبار وړ وګرځي، یا که هغه نه کوي د امیرالمؤمنین د فرمان په اساس باندې یو ځانګړي حقوقي کمیسیون ته وظیفه ورکړه چې هغه د افغانستان د اضطراري حالاتو په پام کې نیولو سره یو قانوني مرجع مومد پیدا کړه چې هغې باندې د نړیوالې ټولنې سره موږ دا ورته په مخ کېږدو، او په دې باندې نړیواله ټولنه موږ مجبوره کړو چې هغه د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني. درست. آقای شنوری، هنوز هم شما فکر میکنین که خب حکومت تازه یک سری از مشکلات داره که باید حل شود، درست؟ کاملا. درست. مقامات امارت اسلامی اما همواره گفتن که معیارهای جهانی را مبنی بر رسمیت شناسی تکمیل کردن. چرا فکر میکنین جهان به این مسئله توجه نداره؟
تا جایی که ما فکر میکنیم پس از جنگ دوم جهانی به رسمیت شناختن از طرف جامعه ملل و از طرف کشورهای دنیا فرق داره. ملل متحد معمولا به اساس منشور خود صحبت میکنه که او منشور فلحال در برسمیت شناختن مسئله افغانستان مطرح نیست. اساسا مسئله در ایج هستن که دولت فعلی افغانستان از طرف ایالات متحده امریکا و متحدین ایالات متحده امریکا از یک طرف و برای ما قابلا تعجب آور است که ای از یک طرف، اما متقابلا قسمی که منافع و سیاست های ایالات متحده امریکا و چین و روسیه در افغانستان متضاد است. اما برخلاف به مسئله رسمی شناختن دولت افغانستان، ایالات متحده امریکا، چین و روسیه فقط یک نقطه مشترک دارد که حکومت فعلی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. پس به لحاظ سوال در اینجا است، اگر طالبان میگه که این حکومت وسیع البنیاد است یا حکومت فراگیر قابل قبول است، ممکن طالبان بگوید، اما باید بفهمه که اصلا جامعه جهانی انمی اصلا نمیپذیره. پس به لحاظ خوبتر از این است اگر طالبان واقعا سیاست میکنه، در سیاست بعضی وقت قدم دو قدم پیش میره یک قدم پس. اصلا ضرورت به است که به خاطر اینکه مردم افغانستان با یک بحران مواجه است و مهمترین مسئله است که بحران سیاسی فعلی افغانستان، شما دیدین که این یک بحران دیگه که بحران اقتصادی است، از بطن از یک بحران اقتصادی تولید شد و میشه که از بطن بحران اقتصادی بحران نظامی تولید شود. از این خاطر ضرورت بازی استن، ما فکر میکنیم که طالبا حتما متوجه ازی استن و تا جایی که ما خبر داریم ممکن شما و تولی نیوز خبر درست داشته باشه، اگر نادرست است مرا اصلاح بکنید، که طالبا در امی روزا کوشش میکنه که اصلا سر ساختار یک شورا یک جرگه اصلا در بین خود مصلحت بکنه که چه قسم بتانه که اصلا به این مشکلی که فلحال از نگاه به رسمیت شناختن دولت افغانستان به او مواجه است او را حل بکنه. بسیار خوب آقای شینوری، خب فکر میکنین که در صورت کوتاه آمدن بر یک سلسله از خواستهای هر دو طرف که حالا جهان هم تاکید داره بر یک سلسله از خواستهای خودش و حکومت امارت اسلامی، چطور میبینین آینده را؟ آیا ما با برسمیت شناخته شدن حکومت تازه در افغانستان فاصله کم خواهیم داشت؟ ما فکر میکنیم که این مسئله اینقدر طولانی نخواهد بود و ما صریحا میگیم اگر ایالات متحده امریکا و بالخصوص کشورهای منطقه و بالخصوص بعضی کشورهای همسایه ما که اونا میخواه از بحران افغانستان به نفع خود استفاده بکنه، هر چقدر دقیقا هر چقدر که راجع به رسمیت شناختن دولت فعلی افغانستان وقت تیر میشه، عمق به می اندازه به ضرر طالبان تمام میشه. قسمی که در وقت اشرف غنی شما دیدیم که اشرف غنی در مقابل پلان صلح افغانستان اصلا کارشکنی میکردن، بزرگترین جزام باز دیدن. ما از این خاطر ما فکر میکنیم که جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا متوجه از این هستند که اصلا در افغانستان ممکن یک بحران اقتصادی و بشری اصلا با وجود بیاید که باز کنترل کردن از توانمندی جهان خارج باشه. از این خاطر ما فکر میکنیم اگر طالبا ابتکار بکنه و اساسا یک دیپلماسی فعال و متحرکه از او استفاده بکنه، تا جایی که ما میفهمیم از طرف ایالات متحده امریکا بالخصوص اونا مایل هستند که دولت فعلی افغانستان با بعضی شرایط به رسمیت بشه. بسیار زیاد تشکر آقای زرغون‌شاه شینواری، آگاه سیاسی، از حضورتان در برنامه.